سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز جمعه 14 ماه صفر سال 1397 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. سقوط بلوچستان کوهستان بدخشان به دست طالبان و فرستاده شدن نیروهای تازه برای پسگیری این بلوچستان. ما خب بارها صدا زدیم که حکومت محلی بدخشان در توانش همه قدر گپی است که ما میبینیم که هیچ چیز از پیشون ساخته نیست. به زودی شما خبر خوش را از شکست قطعی دشمنان خواهید شد. یاد بود از خبرنگاران جان باخته در محل رویداد روز دوشنبه در کابل. حقیقت ساتنی او د بیان د ازادۍ سنگر به د دوی د نور ملګرو د نور همکارانو لخوا تل ژوندۍ وي. واکنش ها در برابر توزیع شناسنامه های برقی. هغه چې د افغان له نامه سره حساسیت لري دا د خبره نه ده له بهر نه ورته ویل شوي. رئیس جمهور غنی به دلیلی که برای خودش حامیان قومی کسب بکنه اقدام به چنین اعمالی بکنه. 31 سال روز در گذشت استاد خلیل الله خلیلی شاعر و سیاستگر نامدار کشور. و متهم شدن ایالات متحده آمریکا در به وجود آوردن گروه های طالبان، القاعده و داعش در منطقه از سوی ایران. مشروع خبرها. وزارت دفاع ملی از آغاز تلاش‌ها برای پسگیری مرکز بلوچستان کوهستان بدخشان خبر می‌دهد. بلوچستان کوهستان بدخشان شام دیروز به دست طالبان سقوط کرد. وزارت دفاع ملی گفته کوکنون نیروهای دولتی در حال نبرد با طالبان برای پس گرفتن مرکز این بلوچستان هستند. شورای ولایتی بدخشان ضعف مدیران جنگ را در این ولایت علت اصلی گسترش فعالیت‌های طالبان می‌گوید. نعمت الله احمدی از بدخشان در این باره گزارش فرستاده. کوهستان نخستین ولسوالی بدخشان است که در سال روان هجری خورشیدی به دست طالبان سقوط میکند. اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند که نیروهای امنیتی شام روز گذشته بدون کدام درگیری از مرکز ولسوالی کوهستان عقب نشینی کردند. ما خب بارها صدا زدیم که حکومت محلی بدخشان در توانش همه قدر گپی است که ما میبینیم که هیچ چیز از پیشون ساخته نیست، ولی برای بدخشانی ها و برای خود بدخشانی ها بارها صدا زدیم، بازم صدا میزنیم که شما فرزندانی که دیروز از این سرزمینتان دفاع کردین، امیدوار هستیم که امروز هم به پا بخیزین و از این سرزمین خودتان دفاع کنین تا زیر دست و پای اجنبی ما نشویم. کوچکترین اعتنایی نکردن، عملیاتی را در هیچ جای از بدخشان بران انداختن تا که فصل عملیات مخالفین دولت فرا رسید و امروز اونا در 4 ولسوالی بدخشان عملیات آغاز کردند. پیشروی های داشتند، نقاط مختلف و قریجات زیادی را گرفتند. تلفات بسیار سنگینی به نیروهای امنیتی ما وارد کردند که ما از این بابت بسیار متاسف هستم. اما فرمانده پلیس بدخشان میگوید که نیروهای کماندو نیمه های شب گذشته با چرخ بالاها برای پسگیری ولسوالی کوهستان به نزدیک مرکز این ولسوالی رسیدند. با اعزام نیرو ما میتونیم ساحه زیادی را که مربوط به ولسوالی کوهستان و راغستان میشه او ساحه را تصفیه کاری بکنیم. جنگ در اونجا هست و ما هم در اونجا هستیم و ما متیقین هستم که به زودی شما خبر خوش را از شکست قطعی دشمنان خواهید شنید. مقام های دولتی آماری دقیقی از وارد شدن تلفات در جنگ کوهستان به دو طرف به دست نمیدهند. بدخشان از بخش های ناامن کشور شناخته می شود. ولسوالی های ورد و جمگان از پایگاه های اصلی طالبان در این ولایت شناخته می شود. شما را از خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی با روشن کردنش هم در محل حمله خونین 10 ثور بر خبرنگاران از جان باختگان این رویداد
یادبود کردند. این خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی میگویند که هیچگاه به وحشت تسلیم نخواهند شد و نیز این گونه حمله ها نمیتوانند مانع خبرنگاران در کار اطلاع رسانی شوند. کریم امینی گزارش میدهد. یاد بود از نه خبرنگار و تصویربرداری که در حمله مرگبار 10 ثور در کابل جان باختند. خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی با افروختن شمع و گذاشتن گل در محل این رویداد میگویند که به عقب بر نخواهند گشت. دو یاد بتل لمون سره ژوندې وی او د حقیقت ساتنې او د بیان د ازادۍ سنگر به د دوی د نور ملګرو د نور همکاران لخوا تل ژوندې وي. این خبرنگاران و فعالان مدنی از حکومت میخواهند که عاملان رویداد 10 ثور را به کیفر برساند. از حکومت میخواهیم که عاملین اتو قضایا را به جزای اعمالشان برسانه. مر وحشتانه تسلیم میجو مر د هغو قهرمانان و یاد ژوندې ساتو او هغه از مر پزرونه که ژوندې دي. حمله بر خبرنگاران در کابل بی پیشینه ترین، مرگبارترین و بزرگترین حمله بر خبرنگاران در افغانستان بوده است. شماره از احزاب سیاسی درباره آغاز روند توزیع شناسنامه های برخی واکنش نشان دادند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از این تصمیم رئیس جمهور پشتیبانی میکند و میگوید که در کنار وی خواهد ایستاد. اما جمعیت اسلامی تصمیم رئیس جمهور غنی را درباره آغاز توزیع شناسنامه های برخی پذیرفتنی نمیداند و تأکید میورزد که این یک کار غیر قانونی است. در همین حال اداره ثبت احوال نفوس گفته که روند توزیع شناسنامه های برخی ادامه دارد و این نهاد دیروز برای در حدود 100 تن شناسنامه های برخی توزیع کرده. در این باره هم کریم امینی گزارش آماده ساخته. رویارویی ارگ و سپیدار بر سر آغاز توزیع شناسنامه های برقی. حزب اسلامی پشتبان ارگ، جمعیت اسلامی همرکاب با سپیدار. هغه چی دی افغان به نامه سره حساسیت لري، دا د ده خبره نه ده، له بهر نه ورته ویل شوي، د ده په خوله کې د پردي ژبه ده، دا د هغه د خولې خبره او د زړه خبره نه ده، بلکې در همین حال جمعیت اسلامی در واکنش به آغاز توزیع شناسنامه های برقی از سوی رئیس جمهور غنی چنین میگوید: به دلیلی که باعث اختلافات قومی میشود و به دلیلی که اقدام غیر قانونی است و پروسه ثبت نام در انتخابات و انتخابات پیشرو، انتخابات پارلمانی پیشرو را متاثر میسازد، ما فکر میکنیم که رئیس جمهور غنی به دلیلی که برای خودش حامیان قومی کسب بکنه اقدام به چنین اعمالی میکنه. در این میان اداره ثبت احوال نفوس از ادامه روند توزیع شناسنامه های برقی سخن میگوید: قرار است ما یک مرکز خود را هفته آینده افتتاح کنیم و برای هموطنان ما باز خواهد بود، میتونن مراجعه کنن و به خاطر عقض فرما برای تذکره الکترونیکی. بر بنیاد گفته های اداره ثبت احوال نفوس، روند توزیع این شناسنامه ها در 4 مرحله خواهد بود. مرحله نخست آن 6 ماه را در بر خواهد گرفت و در 5 مرکز در کابل خواهد بود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در 20 روز گذشته بیشتر از 1 میلیون تن در سراسر افغانستان برای شرکت در انتخابات آینده نامهایشان را ثبت کردند. در همین حال شماره از عالمان دین و شهروندان کشور از مردم میخواهند که برای تعیین سرنوشتشان نامهایشان را ثبت فهرست رای دهندگان نمایند و در انتخابات های پیشرو شرکت کنند. گلاب‌الدین غبار گزارش میدهد. عاطفه که تازه واجد شرایط رایدهی شده است میگوید که حس مسئولیت پذیریش او را واداشت تا برای شرکت در انتخابات آینده ثبت نام نماید. واقعا فکر میکنم یک مسئولیت کلان است که از شانه ما پایین میشه.
در همین حال رئیس کمیسیون مستقل انتخابات که از بهر تشویق مردم برای ثبت نام به انتخابات به مسجد عبدالرحمن شهر کابل رفته است میگوید که در 20 روز گذشته بیشتر از 1 میلیون تن نامهایشان را برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت کردند. رهبری جدید کمیسیون مستقل انتخابات روش‌های متعدد را برای انداخته که دوباره اعتماد مردم را به دست بیاره. با این حال شماری از عالمان دین و شهروندان کشور میگویند که میخواهند تا از برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه اطمینان یابند. دو سه نقطه را به ما تعهد بدین. یک تعهد به این بدین که رأی مردم ما فروخته نمیشه. رأی مردم ما گم نمیشه. رأی مردم ما به معامله گرفته نمیشود. قرار است انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها به روز 28 ماه میزان امسال برگزار شود. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نابسامانی های کنونی را در کشور نتیجه ناتوانی های حکومت وحدت ملی می‌داند. رهبر حزب اسلامی که در یک همایش مردمی در پروان سخن می‌زد گفته که اختلاف‌های جدی میان رهبران حکومت کشور را با دشواری‌های بسیار روبرو ساختند. او از مردم می‌خواهد که برای بیرون کشیدن کشور از وضع کنونی به گونه گسترده در انتخابات شرکت کنند. جاوید زیارت‌جاهی گزارش می‌دهد. رهبر حزب اسلامی در همایش بزرگ هوادارانش در ولسوالی بگرام ولایت پروان می گوید که او با پیام صلح به کابل آمده است. وضعیت باید تغییر بکنند. عامل عمده مشکلات ما هم ضعف شماست. اختلاف شماست. مردم می بینه که روی مسائل کوچک کوچک از مسائل کوچک گرفته تا مسائل بزرگ ملی شما با هم دیگر اختلاف دارید. رهبر حزب اسلامی میگوید که تنها راهی بیرون رفت کشور از دشواری های کنونی برگزاری یک انتخابات شفاف و همشمول است. به همه اطراف زیردخل در انتخابات، چه داخلی چه خارجی، چه دولت مردان، چه سفرای کشورهایی که در قضایای افغانستان زیردخلند، با صدای بلند بگوییم که ما انتخابات به گونه قبلی پر از تقلب، جعل و تزویر انتخابات را هرگز نمی‌پذیریم. شمار از اعضا و هواداران این حزب نیز بر تلاش های همگانی برای حل دشواری های کنونی کشور به ویژه به وجود آمدن صلح و امنیت تاکید می‌ورزند. برای آوردن صلح و وحدت و رفع نزاها و اختلافات تا جایی که می‌تواند حکمت به خط بدهید. نزدیکتر شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی فرصت فراهم کرده است برای چهره های سیاسی و اعضا تا به ولایت ها سفر کنند و همایش های سیاسی برگزار نمایند. اما بسیاری پیام های این گونه همایش های سیاسی رایزنی برای انتخابات پارلمانی تلقی شده است. جاوید زیارت‌جاهی، طلوع نیوز، ولایت پروان. امروز 14 ماه ثور 31 سال روز در گذشت خلیل الله خلیلی، شاعر، نویسنده و سیاستگر نامدار کشور است. استاد خلیلی 31 سال پیش در چنین روز در پاکستان درگذشت. از او اثرهای بسیار نظمی و نثری بر جا ماندند. در این باره گلاب‌الدین غبار گزارش می‌دهد. خلیل الله خلیلی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر پرآوازه افغانستان، پس از 31 سال از درگذشتش، جایگاه ویژه‌اش همچنان در میان فرهنگیان و نویسندگان پابرجاست. یک شاعر کلاسیک گرای بود که نگاه به حال و هوای امروزی نیز داشت. لا اله الا الله. خلیل الله خلیلی حصارهای محرومیت را شکست، روزگار به دولت ظاهرشاه راه یافت و در همان زمان معاون ریاست دانشگاه کابل شد. سپس به سمت منشی مجلس عالی وزرا دست یافت. نسل نو باید وطن دوستی، ادب پروری و درک از وضعیت موجود و فردای افغانستان از استاد خلیلی بیاموزند.
شعار بنده شیدایو. از استاد خلیلی 62 اثر منظوم و منصور در بخش های گوناگون هنر، ادب، سیاست، فلسفه و عرفان به جا مانده است. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. وزیر خارجه ایران ایالات متحده آمریکا را به ایجاد گروه طالبان، شبکه القاعده و داعش در منطقه و پشتیبانی از این گروه ها متهم می سازد. محمد جواد ظریف می گوید که ایران در پیکار با این گروه ها و نیز شکست آنان نقش سازنده ای داشته. در همین حال وزارت دفاع افغانستان پاکستان را حامی طالبان و گروه های افراطی در افغانستان می داند، چیزی که همواره سوی پاکستان رد شده. Hello. My name is Javad Zarif. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک پیام دیداری که در یوتیوب پخش شده است درباره گروه‌های افراطی در منطقه و برنامه هسته‌ای ایران با غرب سخن می‌گوید. در همین حال ظریف ایالات متحده آمریکا را پشتیبان گروه‌های افراطی در منطقه می‌داند و می‌گوید که آمریکا این گروه‌ها را به وجود آورده است. ایالات متحده آمریکا و متحدانش گروه‌هایی را در منطقه همانند القاعده، طالبان و گروه داعش شستشوی مغزی، پشتیبانی و مسلح می سازد. اما ما نقش سازنده را در پیکار و شکست این گروه‌های افراطی داشته ایم. اما وزارت دفاع افغانستان درباره پشتیبانان اصلی هراس افغانان در کشور می گوید هم پاکستان، هم مافیا و هم بعضی از گروه های بزرگ تروریستی کوشش میکنند که دهشت افغانان را حمایت مالی بکنند و از حمایت مالی از یا بتوانند جنگ را در افغانستان زنده نگه دارند و در عقب جنگ فعالیت های اقتصادی که به نفع خود دارند انجام بدهند. پیش از این سفیر ایالات متحده در کابل نیز هرگونه پشتیبانی این کشور را از گروه داعش به بنیاد دانست و گفته است که واشنگتن خود در خط نخست جنگ با هراس افغانی قرار دارد. با چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. شمار جانباختگان وزش طوفان‌های نیرومند توأم با باران‌های شدید در بخش‌های شمال و غرب هند با 112 تن افزایش یافتند. مقام‌های این کشور می‌گویند که در نتیجه این طوفان‌ها نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند. سرعت این طوفان‌ها 130 کیلومتر در ساعت می‌رسد. سرازیر شدن سیلاب‌های زیان‌آور در کینیا از ماه مارس تا کنون جان‌های بیش از 100 تن را گرفتند و بیش از 260 هزار تن دیگر را از خانه هایشان به جا ساختند. این سیلاب ها سبب زیان های مالی نیز در منطقه شده است. گروه های مددرسان تلاش دارند تا به آسیب دیدگان رویداد کمک کنند. ناتو تمرین های مشترک نظامیش را در بریتانیا برای انداخته است. در این تمرین ها بیش از 17 کشور عضو این سازمان شرکت کردند. هدف از این تمرین ها نیرومند ساختن نظامیان ناتو و ایجاد هماهنگی های بیشتر در میان آنان گفته شده است. و به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی لحظات بعد. و این همچند خبر اقتصادی. 2000 پروژه توسعه‌ای امسال در چارچوب برنامه میثاق شهروندی در بخش‌های گوناگون کشور عملی می‌شوند. وزارت احیا و انکشاف و دهات می‌گوید که از این بیان از آغاز سال روان تا کنون کارهای بیش از 900 پروژه آغاز شدند و هزینه عملی سازی کل این پروژه ها 12 میلیارد افغانی است. زرمینه محمدی گزارش می‌دهد.
برنامه میثاق شهروندی که جایگزین برنامه همبستگی ملی شده است، قرار است تمامی ولسوالی های کشور را زیر پوشش قرار دهد. در چارچوب این برنامه تا سال 2020 میلادی بشه 650 میلیون دلار در 12000 روستای کشور هزینه خواهد شد. در سال 1397 قرار است در چارچوب این برنامه 2000 پروژه توسعه‌ای عملی شود و تا کنون کارهای عملی بیش از 900 پروژه در 107 ولسوالی آغاز شده اند. مهمترین اصلی که برنامه ملی میثاق شهروندی در نظر دارد، در کنار کاهش فقر و انکشاف اقتصادی خانواده ها، روی مسئله اشتغال زایی است. ما در طول سالهای گذشته با بحران بیکاری در افغانستان روبرو بودیم. در این حال شما رسانه‌های امور اقتصادی میگن که برنامه ملی میثاق شهروندی یکی از بزرگترین برنامه های حکومت برای کاریابی و عملی سازی پروژه های بزرگ برای بهبود زندگی شهروندان کشور است و باید از روند عملی سازی پروژه های این برنامه نظارت جدی شود. تا هنوز کنم نتیجه یا ریزلت مردم افغانستان از این بابت ندیده که امیدوار هستیم دولت هرچی عاجلتر اقدامات عملی را به دست بگیره. گفتی وزارت احیا و انکشاف دهات در بخش نخست برنامه میثاق شهروندی 8000 پروژه توسعه‌ای عملی می شود. به این نهاد برای عملی سازی این پروژه ها بودجه کافی نیز در اختیار دارد. وزارت زراعت و آبیاری از ساخته شدن مرکزهای قرنطین در 11 گذرگاه کشور خبر می دهد. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری می گویند که این مرکزها آماده بهره برداری هستند و کار ساخت دو مرکز قرنطین در دو گذرگاه دیگر جریان دارد. آنان می افزایند که این وزارت تلاش دارد تا تمامی این مرکزها را با آزمایشگاه های معیاری مجهز سازد. با مرور بر تازه های ورزش بعدتر. تعداد از بازیکنان تیم ملی کرکت کشور برای شرکت در اردوگاه تمریناتی ملی پوشان کشور در هند رهسپار این کشور شدند. این در حال است که حدود یک هفته قبل 23 تن از بازیکنان تیم ملی زیر 19 سال و کرکت بازان که در رقابت‌های داخلی خوب درخشیده بودند برای شرکت در این اردوگاه تمریناتی به هند رفته بودند و قرار است بازیکنان دیگر تیم ملی کرکت کشور نیز برای شرکت در این اردوگاه به هند سفر نماید. در پایان این اردوگاه تمریناتی بازیکنان که خوب بدرخشند به تیم ملی افغانستان دعوت خواهند شد. رقابت های باشگاهی کرکت در ولایت کاپیسا آغاز شد. در این پیکارها که به مدت 10 روز دوام خواهد کرد، 8 باشگاه از بخش های مختلف این ولایت شرکت نموده است. قرار است در پایان این پیکارها چهره های برتر از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها به تیم های مختلف ولایت کاپیسا دعوت شود. آرسنال در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا مقابل اتلتیکو مادرید 1-0 شکست خورد و از رسیدن به دیدار نهایی باز ماند. توپچی ها که در دیدار رفت در خانه مقابل تیم دنفره اتلتیکو با تساوی 1-1 متوقف شده بودند، در دیدار شب گذشته هم با 1 گل شکست خورد و از رسیدن به دیدار نهایی باز ماندند. و برای دسترسی به تازه ترین خبرهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان به 4-5-8 به تماس شوید و سپس کلید 1 را 3 بار فشار دهید. خدا نگهدار.